لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد، إن الحمد والنعمة، والنعمة لك والملك، لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام و درود بر شما حاجیان عزیز و بر شما حاجیایی که قبلا حج رفتید، حالا درسها و مفاهیمی که در حج بود اینا رو میدونستید یا نمیدونستید، به هر حال حج رفتید، حجتون هم مبارک. الان اگر نمیدونستید فرصته که با هم مرور کنیم و باری دیگه با قلبت به حج بری، و شمایی که فرصتی نشده و به هر حال خداوند اون فرصت رو به شما نداده که به حج برید، بنا به دلایلی، حالا پولش رو ندارید، هزینه‌ش رو ندارید یا نمیذارن یا هر چی که هست، مهم اینه که قلباً به حج بریم. این مفاهیم و درسایی که ما از حج میگیریم اینها رو با هم مرور کنیم تا قلبمون، احساسمون حاجی بشه، حاجیه‌ای که حج رو ندیده اما کعبه رو در قلبش درست کرده و در دلش طواف کرده و در دلش سعی کرده و اجر و پاداش رو از خداوند بر حسب نیتش گرفته. چه خوش هدیه ای از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای همه ماست که انما الاعمال بالنیات، مدار همه اعمال بر مبنای نیت هست. حالا یاد گرفتیم که مسئله حج، شعار حج لبیک هست، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. در این لبیک توحید الهی رو یاد گرفتیم، اخلاص رو یاد گرفتیم، اطاعت مطلق از فرامین الهی رو یاد گرفتیم، دونستیم که حج جهاد هست، تلاش و هجرت هست، فداکاری هست، و در حج مساوات هست، برابری هست، هویت خودمون رو در حج در میابیم، آیات و نشانه های الهی رو به روشنی و وضوح میبینیم. حج به ما یاد میده که زندگی یک گذرگاهی بیش نیست و ما از این گذرگاه میریم و ما رو حج با تاریخمون و با فرهنگ و ریشهمون وصل کرد و به ما یاد داد که در هر موردی که هست برگردیم به خدا و رسولمون، چرا که خداوند متعال ما رو خلق کرده برای عبادتش. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما جنیان و انسیان رو نآفریدیم مگر برای اینکه پروردگار رو عبادت کنن. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، ای مؤمنان شما وظیفه دارید که اطاعت از خداوند بکنید، اطاعت از پیامبرش کنید، و اولو الامر منکم و از علما و اندیشمندانی که دین رو یاد گرفتن، فرامین الهی رو میدونند، از اونها هدایت کنید. فاین تنازعتم فی شیء، این اگر موردی براتون پیش اومد، در چیزی مشکلی ایجاد شد، فردوه الی الله و الرسول، این رو برگردونید به صاحب قانون گذاری که خداوند و پیامبرش باشن. این کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر، اگر شما واقعا ایمان دارید به خدا و روز قیامت. حالا در همین مسیر درس های دیگه هم هست و خیلی هم مهم هست. یکی از مهمترین درس هایی که در حج ما میبینیم که عزت نفس به ما میده، به ما احساس میده که ما وجود داریم، وحدت مسلمون هاست، که همه مسلمون ها در وحدت و در همبستگی مثل یک خانواده هستند، یک خانواده بزرگ، مثل یک بنیان مرصوص، و این به من مؤمن احساس میده که من تنها نیستم، به من مؤمنی که در غزه هستم احساس میده که این من تنها نیستم، من 1.5 میلیارد و مسلمون برادر و خواهر دارم. به من اهل سنت موحد ایرانی احساس میده که آقا شما تنها با 20-25 میلیون نیستم، من با یک امتی هستم 1.5 میلیاردی، دیگه از چی هراس دارم، از چی میترسم؟
پس نه ترسی هست و نه هراسی هست از آینده. آینده من تضمین شده است، آینده دین من تضمین شده است. ما یک جماعت واحد هستیم، یک امت واحد هستیم. احکام الهی همه ما رو در این بر این تربیت میکنه. ببینید نماز میگه که بارو جماعت نماز بخون تا احساس کنی که دیگران رو در کنار خودت داری، هم با هم بستگی و دست در دست هم گذاشتن، شونه به شونه حرکت کردن در نماز، مثلا شونه به شونه هم دیگه میزنیم تا در این مسیر با هم هستیم و ترسی نیست از آینده و از زندگی. در روزه میبینیم که آقا روزه افطاری، همه افطاریشون وقت چیه؟ وقت نمیدونم مغرب. خب در تهران وقت مغرب، در نمیدونم بلوچستان وقت مغرب، در کردستان وقت مغرب، در تالش وقت مغرب، همه در یه وقت افطاری میکنیم. در اون سر دنیا وقت مغرب، در این سر دنیا وقت مغرب، همه وقت افطاریشون یکی هست. یعنی یک خانواده واحد هستیم. این هذه امتکم امتا واحده، این امت شما یک امت واحد هست. و انا ربکم فعبدون، و من پروردگار شما هستم، رب شما هستم، تنها منو عبادت کنید. عبادت از آن خداوند. خانواده بشریت همه در یک آن عبادت خدا رو به جا میاریم و پیش به سوی خدا حرکت میکنیم. این مفهومی و درس مهمی است که ما از حج میگیریم. از جمله درس هایی که از حج میگیریم و خیلی مهم هست که رو عملا نشون میدیم، دشمنی با شیطان هست. دشمنی با شیطان یه شعار نیست که ما بریم آقا اونجا بگیم مرگ بر شیطان، مرگ بر ابلیس، ابلیس مرگ بر تو. این حرفا نیست. این چرندیات و مسخره بازی ها، اینها شعارهایی است برای گول زدن مردم که به ما میگفتند آقا مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر شوروی. یه چند روزی نگذشته بود اومدن گفتن آقا این شورویه رو چیز کنین، حذفش کنین، اینا دارن به ما اسلحه میدن تا ما برادران مسلمانمون تو عراق بکشیم. خب پس چی؟ اون آمریکایی و اسرائیل به ما نمیدن. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل. خب هند چی؟ مرگ بر هند چرا نمیگین؟ مرگ بر چین چرا نمیگید؟ مرگ بر شوروی چرا نمیگید؟ مگه هندیا مسلمان ها رو تو کشمیر ذبح نمیکنن؟ مگر چینیا مسلمان ها رو تو ترکستان ذبح نمیکنن؟ مگر روسیه در چچن نسل کشی نمیکنه؟ همه اینا مزخرفات. بعدش آخرش هم مشخص شد که آقا سر و ته همشون سر از یک کرباسه و همشون سر و تهشون تو یک آخره، همشون با آمریکا و با اسرائیل پشت سری دوست بودند و با هم از هم دیگه بوسی میگرفتند و ما بیچاره ها اینجا بودیم مرگ بر گلوهامون فاره کردیم. حج به ما یاد میده که این مسخره بازی نیست. دشمنی رو باید ثابت کنیم که دشمنی. نمیریم بگیم اونجا مرگ بر شیطان، اونجا میریم سنگ میدازیم، عملا در دستمون سنگ میگیریم، میگیم بسم الله، الله اکبر، بزن، شلیک کن، حرکت کن، فعالیت کن، به نشون بده ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان دشمن شماست، واقعا منو دشمن بگیرید. این دستور الهی است. انما يدعو حزبه ليكون من اصحاب السعير، این شیطان لعنتی گروهه که خودشو برمی‌داره دعوتش میونه گولشو میکنه که اینا رو جهنمی کنه. حالا که این میخواد ما رو جهنمی کنه، ما چیکار میکنیم؟ عملا سنگ میزنیم، میزنیم تو کلش که ما آقای شیطان تو دشمن ما، ما با شما دشمنیم. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، ای مؤمنان کلا داخل به اسلام بشین. اسلام یه چیز کلا است، یک پروژه کامل هست. این رو بگیرید، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، و گام تو گام شیطان نذارید، راه شیطان رو نرید. شما اومدید اینجا حج تا یاد بگیرید که گام در گام ابراهیم بذارید، قدم به قدم پشت سر ابراهیم و خلیل الله و پشت سر موسی کلیم الله و پشت سر محمد حبیب الله علیه السلام حرکت کنی. لا تتبع خطوات شیطان کنی، دنبال شیطان نری. اینجا میاییم عملا میگیم که بسم الله، الله اکبر، بزن، و به شیطان میگیم ای شیطان لعین، ای شیطان مردود شده از رحمت الهی، ای بدبخت نفرین شده، من با تو دشمنم. همونطور که بابام ابراهیم با تو دشمن بود، من با تو دشمنم. یه بار نه، سه جا میریم رجمش میکنیم، یه روز نه، چند روز پیاپه میزنیم که این دشمنی عمیق هست. این دشمنی قابل به اصطلاح مصالحه ها و نشست و آقا با هم کنار بیایم اینجور چیزا نیست. اینجاست که دیگه من این
شیطانی که خداوند به من میگه این دشمن توه، واقعا نشون میدم که دشمنش هستم، باش در افتادم، باش جنگ میکنم و این صلحی هم در کار نیست، مفاهمتی هم در کار نیست، آقا جنگ جنگ تا پیروزی، میزنیم میزنیم با هم. شیطان هم که دست بردار نیست، اون میزنه منم میزنم، اما واقعا هم نامردیه که من نزنم شیطان بزنه. یه طرفه آخرش چی؟ انما یدعو حزبه، که من هم بیشم از گروهش اصحاب سعیر بشیم، جهنمی بشیم. این رو نباید دیگه تحمل کنیم. من اومدم اینجا بر مکتب ابراهیم خلیل و محمد حبیب علیهم السلام نشون بدم که من دشمن شیطانم. و از جمله درس‌های بسیار مهمی که حج و مدرسه حج به ما یاد میده اینه که مهار خودم دست خودم باشه. منم که هرچه بخوام انجام میدم، خداوند این اختیار رو به من در اختیار من گذاشته و من میتونم. اینه که فرد میاد میگه آقا من نمیتونم اعتیادم رو ترک کنم، من نمیتونم این کار کنم، من نمیتونم به زنها نگاه نکنم، من نمیتونم نمیدونم از فیلم های مبتذل دوری کنم، فلان کنم. ببینید این فطرتی که خداوند در ما گذاشته برای چرخش زندگی همینه که خداوند متعال زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام. خداوند متعال در دل من انسان بعضی از شهوت‌ها رو قرار داده که از زنا خوشم بیاد، از اینه که فرزند داشته باشم خوشم بیاد، از مال و ثروت خوشم بیاد، در پیش باشم، ماشین‌ها داشته باشم، مزرعه‌ها داشته باشم، زمین‌ها داشته باشم، طلا و جواهرات داشته باشم، متاع دنیا داشته باشم، همه اینا لذت بخشه. انسان در پیش هست. خب همین که میره بازار اینور اونور به دخترهای مردم نگاه میکنه. همین حج میاد منو تو این کفن میپوشونه و لبیک گویان لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک. منو میاره کجا؟ به این سرزمین مقدس، سرزمین حج، خانه خدا. خب اینجا که اومدم کی هست؟ تنها من که نیستم. اینجا آقا چند میلیون انسان جمع شدن و خب به هر حال نیمشون که خانم هستن. خانم ها حق ندارید صورتتون رو بپوشید، حق ندارید دستاتون رو بپوشید و جمال یک انسان تو صورتش هست. و اینجا از به صلاح از روی کوههای بلند دنیا گرفته تا از کنار ساحل‌های دریاها، از جنگل‌ها، از صحراها، همه نوع آدم‌ها اومدن. زن‌های رنگ و رنگ، افراد رنگ و رنگ، خوشگلش هم هست، زشتش هم هست، همه چیزش هست. اما اینجا یه حکایت دیگه هست. مردا لباس ندارند، لباس زیر ندارند. مردا دو تا پارچه دور خودشون پیچوندن. اما هرگز اتفاق نیفتاده از زمان حضرت ابراهیم گرفته تا به امروز و تا به روز قیامت هم اتفاق نخواهد افتاد که در حج یک حالت فاحشه به وجود دیده بشه یا ملاحظه بشه. امکان نداره. برای چی؟ برای اینکه مدرسه حج میاد حاجیان رو قلبشون رو میسازه، آلایششون میکنه. این حاجی دیگه هیچ اثری از شهوتش در اونجا مد نظرش نیست. اونجا انگار که عرصات هست، انگار که روز محشره. در روز محشر همه از قبراشون بلند میشن، مثلا همه لختن، کسی به کسی دیگه نگاه میکنه، همه در درد خود گرفتارن. اینجا حاجی ها همه در عشق خود گرفتارن، همه اینجا در عشق عبادت غرقن، کسی دیگه رو نمیبینه، کسی اصلا به این فکر هم نمیکنه. این یکی از آیات الهی است که این
باید روش دقت بشه، ببینیم که خداوند چقدر بر ما منت میذاره وقتی به ما حج میده، فرصت حج میده. یه درس دیگه هم که هست از اینجا، درس وقت شناسی است. آقا این وقت باید بری حرکت کنی، آقا امشب به منا برسی، نرسیدی ممیت منا از دستت رفته، نهم باید در عرفه باشی، نرسیدی آقا حجت ضایع شد رفت، چه وقت بهتره برم، چه وقت کدوم عمل رو انجام بدم. وقت شناسی اینه که باید بدونیم هر کاری رو باید سر وقتش کنیم، وقت رو بها بدیم، ارزش برای ما داشته باشه، وقتمون رو ضایع نکنیم. یه مورد دیگه هم که از حج میگیریم اینه که حج حکایت کی از حکایت خانواده است. حج یک شوهری هست به نام ابراهیم، یک همسری هست به نام هاجر، یک پسر فداکاری هست به نام اسماعیل. اینها پدر میگه اینی عرف المنام انی از وحک، من به من وحی شده که تو رو سر ببرم. پسر میگه یا ابت افعل ما تؤمر ستجدون ان شاء الله من الصابرین، ما هر کاری که خداوند امر کرده اون رو انجام بده، ان شاء الله من صبر میکنم، بردباری میکنم. مادر میگه که ما رو اینجا تنها تو این صحرای بی آب و علف گذاشتی، امر خداست؟ بله امر خداست. فلن یضیعنا الله، پس خداوند هرگز ما رو ضایع نمیکنه. این ایمان رو در خانواده ها به وجود بیاریم. پدر اینطوری باشه، مادر اینطوری باشه، بچهش حتما اونطوری خواهد شد. اینه که ما بیاییم این رو در زندگیمون عملا از حج بگیریم، در زندگیمون پیاده کنیم و یاد بگیریم که اینقدر سختگیر هم نباشیم. در مسائل دینی این دین یسر، دین خدا آسونه. ولن یشد دین احد الا غلبه، کسی این دین رو سخت نمیگیره مگر اینکه دین کمرشو میشکنه. نه خب دین سخت نیست. اینجا در این حج همراه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بودیم، هر کی می اومد یه مشکلی داشت و یک کاری رو انجام داده بود، یه کاری رو قبل از کار دیگه انجام داده بود، این کارو من بکنم یا نکنم، افعل ولا حرج، اشکال نداره انجام بده، اشکال نداره، این کارو شد خوب شد، الان بقیه‌شو بگیر. با آرامش، با خوبی، با نرمی میشه مردم رو با دین آشنا کرد، مردم رو دیندار کرد با شوق و عشق و علاقه. با سختی اون این کارو بکنی نکنی ما چی بشی، این گناهی کبیر است، این کار رو کردی تو جهنمی، ابدالآباد تو جهنمی، این دیگه مردم رو از دین زده میکنه. زین خداوند زیباست و خداوند در همه چیز زیبایی رو دوست داره. در خداوند خودش زیباست، زیبایی رو دوست داره، در تعاملمون، در رفتارمون، در پوشاکمون، در همه چیزمون. و میاییم اینجا در حج لیشهدوا منافع لهم، اینجا دیگه باز فضا، آقا کسی میاد برای خرید و فروش، کسی میاد برای علم و دانش، کسی میاد برای مغفرت و ذنوب، کسی میاد برای آشنا شدن با همه، کسی میاد برای همه این مفاهیم. همه اینها درس هاست که ما از حج یاد میگیریم، همه این مفاهیمی که ما ذکر کردیم همه منافعی هست که ما از حج برمیگیریم. و یه نقطه بسیار های اهمیت هم که حج به ما میده، حج تأکید میکنه بر مخالفت با مشرکان. از اولش لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لک والملک، لا شریک لک، لا شریک لک، لا شریک لک. این از شرک و مشرکان دوری دوری دوری، این شعار حج هست. اینه که حج میاد، ما که میایم اول همین تلبیه مشرکا چیکار میکردن وقتا؟ میگفتن الا شریکن هو لک تملک و ما ملک، مگر با یک شریکی هست، حالا اون بوته، اون امامزاده، اون نمیدونم پیغمبره، تملک و ما ملک، اونم اختیارش البته به دست شماست. میبینید مشرکا، بعضی ها فکر میکنن که مشرکان میرفتن به اصطلاح بت درست میکردن، میگفته این بت خداست و دیگه هیچ همه کارهای ما فیش اینه و فلان و ایلان. اینطوری نبود، این بت رو درست میکردن، میگفتن این شکل فلان پیامبره، فلان انسان صالح هست و این پیش خداوند عزیز هست، پس این واسطه ماست، به برکت این، به فدای سر این، به وسیله این که پیش خدا عزیزه، انما نعبدهم لیقربونا الی الله زلفا، ما اینا رو عبادت نمی کنیم، ما اینا رو راهی گرفتیم، وسیله ای گرفتیم برای رسیدن به خدای زلفا. همین کاری که خیلی از ما میکنن، میرن پیش یه پیری، یه نمیدونم غوثی،
یک امامزادهی، یک نمیان قبری میرن پیش اون، آقا ما که اینو عبادتش نمی کنیم، ما این روی وسیله است پیش خدا عزیز بوده، بنده یه صالح خداست، همین کار مشرکا می کردن. حج به ما میگه که نه، حج به ما میگه که نه، هیچ رابطت با خدات، اومدی خونه خدا، پیش خدا، با خدا رابطت، با خدا به همین طواف کردی، برو پیش مقام ابراهیم، از ابراهیم یاد بگیر، گام به گام به قدم تو بذار، پای تو بذار تو پای ابراهیم، که چیکار کنم؟ دو رکعت نماز بخون. چه بخونم تو رکعت؟ دو رکعت نماز، رکعت اول قل هو الله احد، وحدانگی خداوند، رکعت دومش قل یا ایها الکافرون، ای کافرا، دینتون مالتون، دین من غیر از دین شما، هویت من غیر از هویت شما، شکل و قیافه من غیر از شکل و قیافه شما، من مسلمونم، شما کافرید، شما برید پی کارتون، من پی کار من، من پی رب من، من پی خدای من. اینه که حج به ما میگه که خودت باش، مسلمون باش، مؤمن باش و از شرک و مشرکان بیزار باش. لبیک اللهم لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد، إن الحمد والنعمة، والنعمة لك والملك.